درود بر بینندگان گرامی، مهرام ملکی هستم. برنامه ناگفته های تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی به طور زنده از طریق سکایپ برای شما اجرا میکنم. امروز شنبه 13 نوامبر مطابق با 22 آبان ماه هستش. هنوز در آبان، در ماه آبان. به حال حضورتون از خواهم که در ایران که همه جا الان یعنی نارضایتی و اعتراضات وجود داره، در جاهای مختلف ایران اعتراض میکنن مردم، به ویژه در اصفهان کشاورزان ما به این خشک کردن زاینده رود بسیار معترضن و الان چند روزه که اونجا در مثلا کف رودخونه خشک شده. بابا این آب زاینده رود که اون پل 33 پل روشه و به اون وسعت و به اون عظمت و به اون مقدار، به اون فراوانی که میامد، آخه چی کار کردین؟ کجا رو کدوم رودخونه رو بستین دوباره آبش رو داریم میفروشیم به چه مملکتی، به چه کشوری؟ خب چرا اینقدر ایران رو ویران میکنین؟ چرا اینقدر که اینا دشمن ایرانن؟ یعنی نه تنها مثلا یه عده ای هستن که ایران رو مفت به دست آوردن مثلا بخوان چپاول کنن، فقط مسئله این نیست. مسئله اینه که مشکل اساسی اینه که اینا از ایران و ایرانی متنفرن. اینا از ایران و ایرانی متنفرن. جوان ایرانی وقتی در پاسارگاد فریاد کرد که ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، او چون در محیط زندگی میکنن میدونن چه خبره در اونجا، خیلی زودتر از ما حس کرده بودن و متوجه شده بودن که اینها نه تنها دشمن ایرانی هستن، بلکه نه تنها دشمن مظاهر فرهنگ و تمدن باستان ایران هستن، بلکه به کل از ایرانی متنفر هستن و برای نابودی ایران آمدن. یاد این جمله رو گفتم، یاد روح شاد مادرم گفت اینا برای نابودی ایران اومدن. واقعا اومدن که ایران رو نابود کنن دیگه. جو خب کاری نبود که اینا نکرده باشن با مردم و با طبیعت ایران. اگرم نمیتونن مثلا بکنن درختار رو ببرن بفروشن یا کاری نبودن، آتیش میزنن. چه مدتی بود جنگل های شمال و جنوب مملکت ما رو همین پارسال چند ماه پیش آتیش زده بودن که اصلا هیچ مقام دولتی نیومد که این آتیش ها رو خاموش کنه. مردم خودشون بیچاره با دست خالی تلاش میکردن که آتیش ها رو خاموش کنن. چند تا مردن، چند تا تو آتیش گرفتار شدن. اصلا واقعا اینا متنفرن از ایران. ایرانی در حال برای این نارضایتی که الان در سطح کشور وجود داره، یعنی در تمام شهرها و شهرستانها و روستاها و اینها، مردم به شدت ناراضی هستن از رژیم، به شدت ناراضی هستن. اینا هم به شدت سرکوب میکنن، میکشن، ولی تا کی، تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ ظلم پایدار نیست، یعنی تحمل مردم تا یه حدیه. وقتی از اون به قول معروف صبرشون سر بیاد، یعنی کاسه صبرشون سر بریزه، دیگه جلودارشون نخواهند بود. ببینید تمام حکومت های دیکتاتوری همینطور بوده، پایدار نتونسته بمونه دیگه. شوروی یکی از نمونه هاش در واقع قرن اخیر، یک قرن اخیر دیدیم 70 سال درها رو بست، نگذاشت کسی وارد بشه، نگذاشت کسی خارج بشه. ظلم و ستم و خفقان و زورگویی و استبداد و دیکتاتوری. البته خیلی اونا بهتر از اینا بودن، چون اونا دیگه مملکت خودشونو ویران نمی کردن. در دوران کمونیست بود که شوروی از یک کشور کشاورزی تبدیل شد به یک کشور صنعتی. این رو نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی به هر حال چون بسیار دیکتاتور و ظالم بودن، بعد از 70 سال که هیچ که باور نمی کرد همچین چنین چیزی اتفاق بفته.
فروپاشی شد درش دیگه، کمونیسم نبود شد در اونجا. حالا یه عده عقب افتاده تازه یادشون افتاده که چپ بشن، کمونیست بشن. مملکت خودمون میگم، ما یه عده تازه یادشون افتاده که برن به طرف کمونیسم. بابا کمونیسم امتحانشو پس داد و باعث کشت و کشتار در جهان شد. در هر کشوری که رفت بسیار خون ریخت، مردم رو ناراحت کرد، شکنجه داد، کشت، نارضایتی های بسیار زیادی فراهم آورد برای مردم اون کشور و بالاخره ثابت شد به دنیا که این ایدئولوژی مارکس در این ارتباط، یعنی کمونیسم، یک ایده مالی خولیایی و عملیش نیست، بلکه بدتر باعث کشت و کشتار میشه. اصلا پایه کمونیسم هم خود مارکس در مانیفستش می نویسه که انقلاب های از طریق انقلاب های قهرامیز باید انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی از ابتدا با خشونت، جنگ، کشتار وارد بشید. برحال حالا بعضی هم میگم، بعضی از ایرانی ها تازه یادشون افتادی که ادای چپ بودن در آرام، هیچ مطالعی هم ندارن. اما کمونیست های سابقش هم همینطور که خیلی معروف بودن، مثل احسان طبری، نظریه پرداز حزب توده، یا مثلا خود کیانوری، نورالدین کیانوری، سرکرده هاشون دارم میگم، و هیچ کدومشون، به شما قول شرف میدم که اصلا کتاب کپیتال مارکس رو نخوندن، امکان نداره نخوندن به هیچ وجه. برحال خدمتتون بگم که حالا در ایران هم این حکومت به شدت ظلم داره میکنه به مردم و هر روز هم ظلم و ستمش بیشتر میشه. میدونید هی برای مردم بیشتر روشن میشه که اینا چقدر بدن و بیشتر مردم در عذاب قرار میگیرن، تحت گرسنگی و فقر و زورگویی این رژیم قرار میگیرن. خب نارضایتی بیشتر میشه و مردم در یک حالت واقعا آتش زیر خاکستر هستش وضعیت ایران. یک بارم شروع میشه و این آتش دامن تمام ایران رو میگیره، یعنی همه با هم بلند میشن، مثل قیام آبان ماه یک مرتبه همه ایران با هم بلند شدن. البته گروه های تعداد جمعیت اونقدری که باید نبود متاسفانه. مثلا در تهران که یک شهر بین میگن 14 تا 16 میلیون جمعیتشه، یه شهر به این بزرگی دست کم باید 1 میلیون 2 میلیون میامدن بیرون، که نه متاسفانه یه عده میان بیرون، یه عده دیگه وای میسن تماشا، یه عده وای میسن فیلم برداری. بابا یکی دو تاتون فیلم بردارین کافیه دیگه، چرا شرکت نمیکنین؟ وایسادین کی کسان دیگه این مسئولیت رو به عهده بگیرن بعد شماها استفاده شه ببرین؟ نمیشه همچین چیزی. تا خودتونم شرکت نکنید امکان نداره که موفق بشه انقلاب. باید همه شرکت بکنید، کل جمعیت، اون تعدادی که میتونن شرکت کنن، یعنی بچه نیستن یا مسن نیستن خیلی یا مریض احوال نیستن، باید شرکت بکنید برای نجات خودتون، برای نجات خودتون و مملکتتون. هیچ راه دیگری هم نیستش متاسفانه. اگر که ما به فکر این باشیم که منتظر این باشیم که غرب برای ما کاری بکنه، ابدا چنین فکر خامی را از سرتون دور کنید. تمام کشورهای غربی، شرقی، غیرش اون، اینا همشون بر درپی منافع خودشون هستن. برای چی بیان به ما کمک کنن؟ رو چه جهتی؟ برای چی؟ اگه منفعتی برای خودشون نداشته باشه که هرگز نمیان بی خودی بیان بر ما کمک کنن، یک رژیم دلخواه ما رو بیان از سر کار که چی بشه؟ که رژیم هم ملی باشه، برای منافع مملکت و ملت کار بکنه و اینا دیگه نتونن بخور بخور و به چاپ به چاپ بکنن. نه نمی کنن. شما ببینید چه بلایی سر افغانستان در آوردن. افغانستان که به هر حال 20 سال پیش این موقعیت براشون پیش اومد که دوباره پادشاهی به اونجا برگرده، ظاهرشاه رو اصلا ظاهرشاه رو اگر نمی بردن امکان نداشت این
امریکایی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها این دول غربی بتونن اون مجلس مؤسسان اونجا رو یا نیلو جرگشون رو بتونن تشکیل بدن که از گروه ها و احزاب و نظریات مختلف درش جمع بشن که برای آینده کشور یک رژیمی رو روی کار بیارن و اینها. امکان نداشت، با هم نمی ساختن. ظاهرشاه چون مردم همه دوستش داشتن و همینطور احزاب مختلف و تو گروه های چپ هم او رو دوست داشتن، این بود که ظاهرشاه رو که در ایتالیا سالها بود زندگی میکرد بعد از اینکه پسر عموش داوود خان کودتای کمونیستی در افغانستان به راه انداخت با کمک شوروی و ارتش شوروی و برحال ظاهرشاه برکنار کرد، از اون زمان ظاهرشاه در ایتالیا بود، برحال ظاهرشاه رو برداشتن آوردن اونجا، نگذاشتن که حکومت پادشاهی به مملکت افغانستان برگرده که اگر برگشته بود امروزه واقعا افغانستان دیگه دچار این طالبان و این بدبختی و این فقر و این نکبت و این بیچارگی نمیشد. نظر میکنی؟ الان مردمشون بیچاره، خب اینا بیشترین مرز رو با ایران دارن دیگه، تفلک یا فرار میکنن مثلا پناه آوردن به ایران، ایران هم اینا رو دسته دسته اول خوب کتکشون میزنه، بی احترامی، توهین، فحش، کتک، وقتی میگن لتو کوب کرد منظورشون ضرب و شتمه، ضرب و شتمه، اینا رو خوب میزنه، بعدم سوار اتوبوس میکنه میبره پس طالبان میده، طالبان هم که اینایی که فرار کردن چه بلایی به سرشون میاره، میکشتشون دیگه، یا زندانشون میکنه یا میکشتشون یا شکنجه میده. میدونی واقعا اینا هیچ گونه آداب و رسوم در واقع قوانین بین المللی رو اجرا نمیکنه جمهوری اسلامی. اون وقت از اون طرف اون وزیر خارجهشون بوده همچی یک کنوم از اینا گفته آره ما خیلی خوب، اجازه بدیم ببینم کی بوده که اینا گفته، تخت روانچی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اون دروغ گفته که در دروغی فاحش گفته که ما تقریبا بدون دریافت هیچ حمایت مادی از جامعه جهانی میزبان برادران افغان خود هستیم. آره جون خودت. و بعد میگه واقعا یکی از دروغای شاخدار رژیم طبق من بود. برحال ولی ببینید که چجوری اینها رو بدبختا رو بیرون میکنه با ضرب و شد. واقعا خیلی ناراحت کننده است، من ناراحت میشم، ولی حالا یه سری هستم میگن آخه این افغانی ها میان دوزی میکنن، همه که اینطوری نیستن. خوبه که الان ما ایرانی هایی که در کشورهای خارج از ایران داریم زندگی میکنیم، چه در اروپا چه در همین امریکا، دولت امریکا بیاد عمر رو بیرون کنه، یا مثلا اونا که تو ژنوان، تو سوئیسن، تو بخشه تو سوئدن، تو بلژیکن، تو نروژن، تو کشورهای مختلف اروپایی هستن، خوبه که یه فصل کتکشون بزنن بیرونشون بکنن. خوشتون میاد شماهایی که الان در غرب اومدین جا افتادین و نشستین و به آزادی و امنیت رسیدین، خوبه این بلا رو سرتون بیارن؟ پس چرا دلتون میخواد سر اون همزبان افغانیتون وقتی که جمهوری اسلامی این بلاها رو سرشون میاره میگرده دنبال دلیل که آخه افغانی ها اینجوری، خود تو ایرانی چی میگی؟ مگه ایرانی ها کم در خارج از کشور جرم کردن؟ خوبه که همه رو به یه چشم ببینن؟ خیلی اینقدر یه دفعه فاشیست نشید دیگه. حضورتون از کنم که مهندسی هم اشغال لست بفرمایید، من خیلی دلم میسوزه در این میونه اینا که پس میدن این بچه کوچیکاری که دختر بچه ها رو به خصوص میبینم میگم وای 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 چه بلای به سر اینا میارم. اقلا اینا که زن و بچه هن، یعنی زن و شوهر و بچه هستن، اقلا اینا رو بیرون نکنیم. شماره یک مهندسی یواش خان، خیلی ممنون میشم اگر لطف بفرمایید اینو پخش کنید.
میخواستیم بریم کرج که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما که ما را در مسیر را گرفتن زندانی کردن اردوگاه بردن. خیلی حرفای زشتش میزد جلوی زنه، هیچ حرفای شرایطی نمیزد. خیلی ما دیگه چیزی نمیتونستیم بگیم. ما رفتیم ایران کارگری به خاطر اینکه کار نبود افغانستان. ما رفتیم دو ماه به ایران کارگری میکنم اصلا ساختمان ما را رادی مرس بگیده. دیگه رفتارشون بده، خیلی بده، خیلی زشته. بدون کدام دلیل که پرسان کنه که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم زندانی کردن. نانه او نمیداد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمیمان که برایم، یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن. خیلی دردناکه. میگه نانم نمیداد، منظور اینا کلن خوراک رو، نهار شام و اینا رو میگن نان. نانم نمیدادن، گرسنگی همشون میدادن و میگه لتو کوب که میکردنمون، یعنی ضرب و شتم، یعنی کتکشون میزدن، فوش میدادن، توهین میکردن. هم زبانان عزیز افغانی به شما بگم نرید به ایران، واقعا نرید، چون اونا هم طالبانن. طالبانی که الان در ایران حکومت میکنه با طالبانی که تو افغانستان الان اومده دوباره سرکار هیچ تفاوتی نداره، اینا یکی هن. اونا طالبان ایران بر سر ایرانی ها بلا نازل میکنن، طرف توی پارک ورزش میکنه با حجاب کامل اسلامی، معلم ورزش هم واسطه، خب تو هوای آزاد دارن 10 تا 20 نفر واسطن دارن حرکات ورزشی منتها با موزیک میکنن. این یارو فرماندار اصفهان گفته این میگیریم دفعه آخره که تکون میخوره یه همچین کاری میکنه. بابا چرا مردم رو میخواین به کشتن بدین، دیپریشن بگیرن بمیرن؟ آخه همه چیز رو که شما برای اینا ممنوع کردین، دیگه حالا ورزش هم ممنوع میکنی که به مواد مخدر پناه ببره، معتاد بشه که شما خیالتون راحت بشه. واقعا که چه بی وجدانهایی هستید شما. بنابراین به شما بگم افغانیان نازنین، به شما بگم با این حکومت طالبانی که باش تر شماست در افغانستان هیچ تفاوتی با این حکومت طالبانی که در ایران الان سر کاره ندارن، هر دوشون مثل همن. بنابراین به جای پناه میبرید که مثل مال خودتونه. متاسفم براتون، واقعا برای مردم خودمونم متاسفم و واقعا. ولی خب حالا این چین ببینید چقدر زورگو، چقدر وحشی، چه دنیا رو داره میچاپه. نذاشتن آقای ترامپ سر کار بمونه، این دموکرات ها اقلا امریکا رو نذاره به این افتضاح بیفته. بابا جون به قول آقای ترامپ هفته پیش تو این حرف رو زده بود که بایدن و حکومتش باعث شده که امریکا مسخره جهان بشه، تمام کشورهای جهان دارن امریکایی ها رو مسخره میکنن، حکومت امریکا رو مسخره میکنن. این تازه پیش از افتضاحی بود که بایدن همین یکی دو روز اخیر انجام داد توی انگلستان جلوی زن چارلز، اون کامیلیا. بله دیگه حتما همه تون مطلع دیگه، چون اخبار خود امریکا هم گفت، روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست نوشتن، خیلی جا دیگه گفتن دیگه. آخه این که نمیتونه خودشو حفظ بکنه در یک جلسه رسمی سیاسی، این میخواد مملکت امریکا رو اداره بکنه، بسه دیگه، شورشو در آوردید. واقعا این آوردن مترسک گذاشتن اونجا پشت آدم اوباما و دار و دستش و هیلری کلینتون و نمیدم اون یکی هریس و نمیدم اینا دارن مثلا مملکت رو میچرخونن به بدترین نوعش دیگه. حالا امریکا طوری شده که دنیا باید مسخرش بکنه این ابرقدرت جهان رو.
اصلا اتحادیه اروپا برای این تشکیل شد که بتونه بعد از فروپاشی شوروی بتونه یه قدرتی باشه در برابر امریکا. آمدن تمام کشورهای اروپایی که خودشون همیشه با هم ناسازگاری داشتن، اصلا تا پیش از جنگ جهانی دوم در واقع دائم اروپا خودش با خودش دائم در حال جنگ بود، لازم کنه دائم در حال جنگ بود. ولی بعدن وقتی که دیگه شوروی هم سقوط کرد و حکومت کمونیستیش و بیشتر به طرف امریکا گرایش داشت پیش از پوتین، حضورتون عرض کنم که این کشورهای اروپایی در اصل همشون انگلیس اینا با آمدن با هم یکی شدن، اتحادیه اروپا درست کردن، یه پول درست کردن. البته انگلیس از اول پولشو قاطی نکرد، پول رو قاطی نکرد و اینا که تو یه قدرت باشن در برابر امریکا. یعنی اینقدر امریکا قدرت داشت، ابرقدرت جهان بود، یگان ابرقدرت جهان شده بود که کشورهای اروپایی این خصومت‌های همیشگیشون رو کنار گذاشتن که بتونن قدرتی بشن در برابر امریکا. لازم می‌گن حالا امریکا به روزی افتاده، به حال روزی افتاده که همه مسخرش میکنن. از همه بدتر این که چین داره در تمام دنیا قدرت رو در دست بگیره. بابا اینا یه سری واقعا این حکومت چین، حکومت کمونیستی چین واقعا وحشی و جنایتکاره. با مردم خودش ببینین چه میکنه، یک خفخان عجیبی در اونجاست، یک دیکتاتوری بسیار شدید و زورگویی‌های عجیب غریب در اون مملکت هست. دو سال هم که این ویروس ایدز، ببخشید ویروس کرونا رو انداخته به جون مردم، کووید 19 که اصلا جهان رو در بر گرفت این ویروس، و تو این بحبوه شروع کرده دست درازی به این کشور، به اون کشور، به اون کشور، به اون کشور، تمام کشورهایی که اطرافش هستن که بنادرش رو همه رو گرفته، بعد دست اندازی کرده حالا به کشورهای دورتر. ایران میاد که قرارداد 25 ساله میبنده با چین، نمیدونم سایر کشورها، حالا افغانستان هم اولین کشوری که به رسمیت شناخته این دیوونه ها رو، طالبان و گروه تروریستی طالبان ها، همش تقصیر امریکاست، همش تقصیر امریکاست. آخه این یه گروه تروریستی بود طالبان، چرا اینا اسمش از لیست تروریست ها ورداشتی؟ اینا همونایی بودن که دوقلوی امریکا تو ساختمون های دوقلوی امریکا تو نیویورک زدن، باعث شدن 3000 خورده نفر آدم و بیگناه، بچه کودکستان بود اون زیر، کشته بشن. مدت های اینا تو زندان گوانتانامو بودن، این اوباما اومد اینا رو در آورد. برای چی درشون آوردی یه سری جانی رو؟ حالا بیا بایدن اومده خودشو نمیتون نگه داره، اینا مملکت اونجا افغانستان داد دست طالبان و سربازا رو هولکی کشید بیرون با عجله، که یه سری از خود اتباع امریکایی اونجا موندگار شدن، معلوم نبود چه بلای سرشون اومد، صداشو که در نمیارن، اخبار همه سانسوره. شما به این خوب بدونید وقتی که دو تا کلم حرف میزنم من توی یوتیوب، هنوز نزاشته نیم ساعت نشده که مهندس سیاهش خاین رو گذاشته تو یوتیوب، برش میدارم به زبان فارسی دارم صحبت میکنم، باید یکی بیاد واسهتون ترجمه کنه که من چی دارم میگم، چی گفتم، چی نگفتم، بلا فاصله برمیدارم. وقتی سخنان رئیس جمهور امریکا که در قدرت بود آقای ترامپ سانسور میکردن، هم یوتیوب، هم توییتر، هم فیسبوک سانسور میکردن، نمیذاشتن. شما فهم کنید اینجا دیگه آزادی و دموکراسی برقراره مثل گذشته ها؟ نه ابدا. این چیه؟ خودش نمیتونه حفظ بکنه، وقتی میخواد مملکت رو حفظ بکنه اون وقت برداشت اون طالبان رو آورد اونجا سر کار، رو البته دست انگلیس هم تو کاره، هیچ وقت انگلیس و فرانسه و آلمان این ستا رو یادتون نره، تمام سربازای ناتو رو آوردن هم بیرون از اونجا دیگه. منتها انگلیس همیشه کارهایی که میکنه بی سر و صدا، زیر زیرکی، بقول چی میگن جوانای امروز، مارموز
مارموزوارانه این کارا رو میکنه، ولی خب مال امریکا کاملا مشخص میشه، سرصداش همه جا میپیچه. ملاحظه میکنی؟ الان براتون میذارم ببینید، اجازه بدید، واکنش سه سرباز بریتانیایی که اینا از 20 سال پیش که اون در واقع طالبان رو شکست دادن به خاطر اون کاری که کرده بود، زدن دوقلوهای امریکایی، ساختمونهای امریکا، مرکز تجاری امریکا، خب ارتش به غیر از که خب دولت بوش بود و رفت و اینا رو سرکوب کرد و غیره، ناتو ارتشش رو خب اونجا برده بود و اون در اونجا بود. این سرباز انگلیس هم سربازاشو اونجا بودن و اونها هم بی سر صدا فوری همین زمانی که ترامپ اینا ببخشید بایدن آورد بیرون، اونها هم داشتن میآوردن بیرون تونتون سربازاشونو. لازم می‌کنین که حالا این سه تا سرباز که الان نشون میدم کلیپش خدمتتون، اینا انگلیسی هستن، بریتانیایی هستن که سه دفعه در طول این 20 سالی که طالبان در افغانستان بودن اینها مأموریت داشتن در افغانستان و اینها میگن که این سربازا خیلی ناراحتن از اینکه ناتو ارتشش رو کشیده بیرون از افغانستان و بسیار ناراحتن و عصبانین و میگن که اگر خود مترجمین محلی، خود افغانها اونجا نبودن، ما 100 دفعه تا حالا کشته شده بودیم. حمایت های اونها بوده که ما زنده موندیم و در کل میگن خیلی افغان ها مهمون نواز بودن، خیلی کمک میکردن به ما، به غیر از اون طالبان که خب دشمنشون بودن، بقیه ملت که در ملت افغانستان. و اینا حالا خیلی ناراحت شدن و خودشون دارن سعی میکنن که مواد خوراکی و پوشاک و اینو فراهم کنن اینا برسونن به افغانستان. این مهندس یواش خان اگر لطف بفرمایید این کلیپ شماره 3 رو بذارید خیلی ممنون میشم. Teddy bears over there, kids clothes, men's clothes, women's clothes. The difference that we'll make to those individuals and those families that have come across, it's nothing compared to what they've done for us. These are people that have served with us. You know, they are, in essence, our brother in arms. You know, if they weren't there, then the casualty count would have, doesn't be a thing about it. The idea behind the group being set up initially was, I lost two friends in 2 weeks, both served in Musakala, and they took their lives within 2 weeks of each other. And I just thought if they had someone to talk to initially, then could have been prevented, you know. Even though the deaths are there, there's a lot more to it than just people deaths. It's the injuries you don't see, isn't it, as well? Mental and physical injuries. I was angry and I was upset and I did think, bloody hell, like, how would we let it get to this? But if you think like that, it's just going to impact yourself negatively as well, your own mental health. So we put a flip on it, thought, right, let's see what we can do for these people, see how we can help them. And in turn, that's good for our mental health, for our well-being. There you go, that's everything. We'll come back again and bring what we can. Welcome. I can't put words to that, it's just, you know, it's just pride. Yeah.
and just proud to be able to do something. کسانی که اونجا بودن سربازای آمریکایی هم همینطور، یکی بود همون اوائل من نیاوردم کلیپو نشون بدم، داد میزد اصلا از عصبانیت فوش میداد به بایدن و حکومتشون و اینا که چرا این کار کردی. اینها به ما خیلی در اونجا محبت میکردن، افغانی ها به امون رسیدگی میکردن، خوراک میآوردن، چی خوشحال بودن از اینکه ما اونجا بودیم، رفتارشون خیلی محبت آمیز بوده با ما. چرا اینا رو تنها گذاشتیم یا ول کردیم که بیفتن دست این وحشی یا جنایتکار؟ واقعا که این سیاستمداران بسیار بسیار از نظر اخلاقی به نظر من بی وجدانی کثیفی در کل در بیشتر کشورهای غربی روی کار اومدن و دنیا رو بد جور خراب کردن، یعنی بد جور مردم اون منطقه خاورمیانه رو واقعا به کشتن میدن و به بدبختی و عذاب دوچار کردن. مدت زمانش هم یه روز دو روز نیستش، در ایران که 42 ساله الان این کار داره انجام میشه، در افغانستان هم در همین حدود بود، البته 20 سال که واسه شون جمهوری آورده بودن، اون جمهوری نیمبند آنم کردنش جمهوری اسلامی، یه آزادی های مختصری بهشون داده بودن ولی باز مردم به همونم راضی بودن و دیگه دوباره دادن دست این وحشی ها. اینا اصلا ببینید از بچگی وحشی بار میان لازم کنید، یعنی اینا رو طوری بار میارن که اینا جز ستم کردن چیز دیگری یاد نمیگیرن، چون به خودشون هم خیلی ستم میشه از کودکی تا بزرگ بشن و اصلا جایی رو نمیبینن. اومدن مردای گنده تاپ رو دیدن خوشحال شدن، به بال هواپیما تاپ بسته بودن، تاپ سواری میکردن، هم دیگر رو تاپ میدادن، یعنی بازی نکردن، بچگی نکردن، همش کتک خوردن، حتما بهشون تجاوز شده و رفتن بهشون. اینا یه جوری نرمال نیستن از نظر مغزی، مشکل دارن، واقعا مشکل دارن، برای همین اینجور میفتن به جون مردم، یک سر سوزن رحم تو وجودشون نیست، میزنن میکشن زن و بچه رو، دختر و پسر و بزرگ و همه رو میزنن میکشن، مخصوصا اینها رو این خود غربی ها هزینه هاشون میدن. در کوه دیدید که نشون دادم کلیپشو براتون، در کوههای پاکستان و در کوههای افغانستان اینا کندن اون کوها رو توش و اتاقک درست کردن و این بچه های کوچیک رو از بچگی از 3-4 سالگی اونجا گذاشتن که فقط یکی یه قرآن گذاشتن با یه دوتا نرخر دیوانه وحشی بالا سرشون، اینا فقط قرآن خوندن بهشون یاد بدن و بعد وحشیگری رو، جنایت رو، کشتار رو، ستم رو، تجاوز رو، این چیزا رو تو کوه بزرگشون کردن، اصلا شهر ندیدن. میدونید یه جور آدم های روانی بار آوردن که وقتی اینا میان سر کار اصلا ابدا رحم تو دلشون نیست. همینه که توی ایران الان سر کارن، شما صورت های اینا رو نگاه کنین، مثلا وزیر اقتصاد، اون یکی وزیر کشاورزی، اون یکی فرماندار، صورت هاشون شکل آدمیزاد نیست، یه نوع حیوان مخصوصی هست، وحشتناکن. آدم تو صورتشون نگاه میکنه از این فرم صورت، از زشتی بی حسابی که تو صورت اینا، از اون خشونتی که از درونشون، از سیرتشون به صورتشون اومده، کاملا هویداست که اینا چگونه موجوداتی هستن. ملاحظه میکنی؟ اینا رو انداختن به جون مردم کشورهای اون منطقه. یاده الان علاق باز شلوغه، کشتار، اعتراضات فلان. پارسال هم همین بساط بود در عراق. آخه اون ما همه انسانیم، بشریم، اون منطقه رو اینا دائم به آتش خون کشیدن. شما ببینید الان درس قرآن و یه مرتکه نشسته، واقعا باید بگم مرتکه چون خیلی عصبانی میشم وقتی این صحنه رو میبینم،
به 3 تا بچه کوچولو کوچیک نشونده تو پاکستانه، برای اینکه بعد که کتکشون بزنه میگه چوب چوب چوب، یعنی ساکت. این زبان هندیه، زبان اردو، زبان اردو همون هندیه که یه مقدار واژه های فارسی درش هست و عربی درش هست که برای پاکستان گذاشتن. دیگه پاکستان بخشی از هندوستان بود دیگه تا پایان جنگ جهانی دوم. از سال 1947 میلادی به بعد اونجا شد پاکستان، یعنی یه بخشی از هندوستان بود. حالا ببینید چجوری، ببینید این بچه که اینجوری بار میاد غیر از وحشیگری چیز دیگری میتونه آموزش ببینه یا انجام بده خودش نسبت به دیگران؟ مهندس یواش خان اگر لطف بفرمایید کلیپ شماره 4 درس قرآن داره یاد میده این مرد که به شایعه، ببینید چه میکنه. دستای گنده انقدرید تو سر صورتی، حالا یه دفعه زدی میگیم عصبانی شدی، حالا اولا خیلی بیجا میکنی بچه های مردم رو میزنی، بعد حالا یه چک زدی دلت خنک نشد، تازه میزنه ردشتی گوشتی کنار، دونه دونه اینا رو میری دوباره یکی یه فصل از نو تا میتونی میزنی دیگه، تموم شد کلی، معلوم نیست تا کی این داره اینا رو میزنه. خب بچه اون به اون کوچیکی، یکیشون بود خیلی کوچیک بود اون که اون وسط نشسته بود، خب اصلا قرآن برای سخت خوندنش، خاک بر سرت کنن آخه چقدر میزنی. خب این چجوری بار میاد؟ همین کار این بعدن میکنه با دیگران، بدترشو میکنه. اینه دو به قول سیاوش خان همین وضعیتی که الان دیدید تو پاکستانی رفتار با بچه ها میکنه، چجوری داره درس میده، همین وضعیت در ایران دوران قاجار بود، همین تا پایان پادشاهی احمد شاه قاجار همین بساط بود. ما در ایران دبستان و دبیرستان و اینجور چیزا نداشتیم که، یه مکتب خونه بود که دست همین آخوندکا بود، آخوندا بود، یه دونه مدارس طلبگی بود که عیان اشراف هم برای بچه هاشون از بچگی معلم سرخونه می گرفتم، معلم سرخونه می گرفتم بهشون درس می دادم، و اونایی که دیگه مقدار دستشون به دهنشون می رسید می زشتن مکتب خونه که اون ملا باشه اون آخونده هر بلایی اونجا دلش می خواست سرشون می آورم چیز می داد دیگه، همین درس قرآن رو می داد دیگه. خدایا چی می گفت؟ ما
مادر بزرگ مادری من که من بچه بودم دیگه فوت کرد، ولی اون میگفت که چی مکتب خونه چی بهشون میگفتن، مثلا از الف به پ ترسه که میخواستن یاد بدن، گفتن الف دو زبر اند و دو زیر اند و دو پیش اند، به دو زبر بند و دو زیر بند و دو پیش بند. یعنی ببینید اصلا الف به یاد دادنشون هم یعنی بدتر یارو رو قاطی میکرده، گیج میکرده. تو اول الف به رو به یاد بده بره، بعد زیر و زبر و ایناشو بهشون یاد بده. به هر حال همین بساط بود. اونایی که خانواده هایی که دستشون میگم به دهنشون میرسید یه خورده از طبقه متوسط بودن، میتونستن هزینه مکتب رو بدن، میذاشتن مکتب که همین بساط بود، قرآن بهشون یاد میدادن فقط بخونن، کتک و قرآن همین. اون یکی هم که میرفتن مدرسه طلبگی، چون مدرسه طلبگی مجانی بود، خانواده هایی که دلشون میخواد بچه هاشون خوندن نوشتن یاد بگیرن ولی پول مکتب و خونه هم نداشتن بدن، مدرسه های طلبگی پولشون از طریق موقوفات پرداخت میشد هزینش، که اونجا هر کی درس میخوند آخوند میشد دیگه، که در اونجا همین قرآن شریعت و اینا رو یاد میدادن دیگه، چیز دیگر یاد نمیدادن، که اونجا هم کتک خوردن بود که کی تا بیچاره رو با چوب چنان میزدن که حساب نداره. و بیشتر بزرگان ما در عصر مشروطیت که خوندن نوشتن بلد بودن، اینا در مدرسه طلبگی درس خونده بودن، معروف و آخوند شده بودن، ولی بعد اومده بودن بیرون لباس آخوندی رو در آورده بودن. معروف ترینشون که شما میشناسیدشون کسرویه، که احمد کسروی که در تبریز در مدرسه طلبگی درس خونده بود، که اون او تا زمانی که رضا شاه او رو رئیس عدلیه خوزستان میکنه هنوز این لباس آخوندی ترش بود، که داور بهشون میگه با این لباس نمیشه، که کچروال میپوشه از اون به بعد کسروی. ولی به غیر از کسروی، همین حضورتون عرض کنم که فرهنگ ده خدا که ما یعنی تکمیل ترین دایرة المعارف که در رابطه با ایران تهیه شده و نوشته شده توسط علی اکبر خان ده خدا، ده خدا هم در همین مدرسه طلبگی درس خونده، بعد اومده بیرون انداخته کنار ابا عمامه، برای اینکه فهمیدن چه چاخان پاخانی بهشون یاد میدن. خیلی از زیاد هستن، میرزا جهانگیر خان سور اسرافی یا میرزا جهانگیر خان شیرازی که در سردبیر روزنامه سور اسرافی بود در عصر مشروطیت، اونم در مدرسه طلبگی درس خونده بود. خیلی اگه بخوام بشمارم بسیار بسیار زیاد هستن کسانی که اصلا غیر از این نبود، یا مکتب خونه یا مدرسه طلبگی، از این دوتا یکیش، هر دوش هم کتک فراوون، هر دوش هم قرآن شریعت یاد میدادن. بس اعیان اشرف هم مثل خانواده مصدق و سلطنه یا مصطفی الممالک یا وسوق و دوله یا فلان اینا، معلم سرخونه بر بچه هاشون میگرفتن که یادشون بدن. این وضعیت بود که رضا شاه آمد برای ایران، دبستان، دبیرستان، دانشگاه ساخت، همه را برای بچه ها رایگان، برای مردم ایران رایگان، از دبستان رایگان درس بخون برو توی دانشگاه، که بعد از هم که دانشگاه رو تأسیس کردن تا آخرین درجه دکترات هم که میخوای بگیری میتونی مجانی تحصیل بکنی. حتی در دوران دانشگاه که دیگه در دوران محمد رضا شاه پول تو جیبی هم میدادن به طرف. بله حضورتون عرض کنم که دیدید که کتک خوردن اینا. حالا اینا رو یه سری دیوانه روانی در بار میارن واقعا، بعد دخترم که قاطیشون نبود بهشون تجاوز هم میکنن، اینا خودشون به جون هم میافتن، اصلا واقعا فجی. یک افراد روانی دیوانه وحشی ستمگر رو میارن وقت میکنن رئیس دولت ها. الان مثلا تو افغانستان وزیر خارجه افغانستان رفته به چین به دیدار وزیر خارجه چین، ببینید چی برده کادو برای وزیر خارجه چین، 1 کیلو تریاک ناب کادو برده. مهندس سیاوش خان لطف بفرمایید کلیپ 2 اگر لطف بفرمایید خیلی ممنون میشم. بذارید
Kindness. Oh! Very good. Mm. دیدید دیگه اون یکی هم چه کیفی کرد چینیه، نه اصلا انگار نه انگار که دریای ممنوعه ازش یک کیلو دریاک ناب برده واسه یه اون یارو وزیر خارجه چین، اونم میگه اوه چه کیفی میکنه. یعنی چینیه خودش اون رئیس دولت و اون دولتشون معتاد نیستن، بهتون قول میدم، برای اینکه باید سر حال باشن که بتونن اینجوری دنیا رو بچاپن و به همه جا دست بندازن و اینجور وقیح و پررو بشن و همه دنیا دارن چنگ میندازن این چینیا. این امریکایی هم که ابرقدرت بود میتونست جلوی اونو بگیره، به که به چه حال روزی افتاده دیگه اصلا معلوم نیست که دنیایی که بیفته دست چین دیگه چی میشه، نابود میشه همه چیز. بریم سر سخن هفته. ببخشید بازم اضافه حرف زدم، 11 و 19 دقیقه. برام حضورتون عرض کنم که تا به اونجا گفتیم که در جنگ جهانی دوم وقتی که روس و انگلیس به ایران حمله کردن، پیش از اونش رادیوهایی رو که تأسیس کرده بودن به زبان فارسی، هم انگلیس ها هم روس ها هم آلمان ها که به روبه ایران پخش می شد این بخش فارسیش، دائما هم رادیوی مال روسیه پیک ایران به رضا شاه بدبیرا می گفت، ولی از همه بیشتر بی بی سی و رادیوی آلمان، آلمان نازی دوران هیتلره. وقت میگن آره رضا شاه و هیتلر میونه شون خوبه، نمیدونید، اطلاع ندارید از تاریخ. یه توده یه کمونیستی چپ یه مزخرف جبهه ضد ملی چی اتهام به رضا شاه میزنه که آره با هیتلر، از هیتلر خوشش میومده، پس شما آره با رضا شاه با هیتلر کار کرد. کی با هیتلر کار کرد؟ کدوم چه کاری کرد با هیتلر؟ بیاید به من بگید ببینم چه کاری رو کرده با هیتلر. این دروغا چی از خودتون در میارید میزنید بی خودی؟ رضا شاه از هیتلر متنفر بود، میگفت این دیوانه به ایران هم حمله خواهد کرد، چرا که میخواد دستش به هند برسه، از راه ایران براش آسونتری خیلی به هند بخواد دست پیدا بکنه. و بسیار بدش میامد از این ستمگری که هیتلر میکرد، یهودی ستیزی، یهود دادار یهودی ها رو میکشت. من اصلا یه سری تحقیقاتم در رابطه با یهودیان ایران در جنگ جهانی دوم در اروپاست، مفصله، به هر حال چندین بارم صحبت کردم راجبش، حالا اینجا خیلی صحبت نکردم ولی در رادیوها مصاحبه داشتم در این ارتباط. به هر حال حضورتون عرض کنم که خود ایران هم گفتیم که بی بی سی فوش نمیداد، بیشتر اتهام میزد، یعنی اتهامات عجیب غریب دروغ. مثلا میگفته بود که رضا شاه قصد داره که تمام خیابون شاه رضا رو به نام خودش قباله کنه، نه؟ یا مثلا اتهامات دروغ برای لکه‌دار کردن شخصیت او، همون اتهاماتی که بعدم به محمد رضا شاه را زد در انقلاب اسلامی 57. و حضورتون عرض کنم که گفتم خود ایران هم رادیو تشکیل داد، درست کرده بود، بله ایجاد کرده بود، سازمان رادیوی ایران که رادیو تهران بهش میگفتن، که در سال 1319 یک سال پیش از اینکه روس و انگلیس به ایران حمله کنن، که به دستور رضا شاه برنامه ها همه برنامه های موسیقی بود، ولی موسیقی های درست حسابی، آموزشی، بیشتر آموزشی فرهنگی برای یه تربیت جامعه که هیچی حالیش نمیشد از قاجار این جامعه رو که رضا شاه گرفته. و رضا شاه دستور داده بود که مقالات سیاسی در رابطه با دوباری که درگیر جنگ هستن با هم در اروپا به هیچ وجه در رادیو خونده نشه، و
کار به جایی رسیده بود که حتی رضا شاه خودش به چکیده ای از این مقالات و اخبار رادیو تهران مجبور بود گوش بده. که چرا؟ چون این رادیو رادیو دولتی بود، رادیو تهران رادیو دولتی بود و در نتیجه اون چی که در این رادیو گفته می شد بیانگر سیاست ایران بود. بر همین هم رضا شاه خیلی حساسیت داشت که بهانه‌ای به دولتی که الان با هم درگیر هستن در جنگ داده نشه که بخوان به ایران هم حمله بکنن. میدونست رضا شاه که این انگلیس‌ها در پی یک بهانه هستن، چون سال‌ها بود که انگلیس‌ها رو دستشون کوتاه کرده بود از چپاول ایران و اینها متنفر بودن از رضا شاه و به دنبال یک موقعیتی میگشتن که بتونن دستشون به رضا شاه برسه و او رو از کار برکنار بکنن و دوباره از قاجار سر کار بیارن. لازم میکنید به این ترتیب. هر حالم بدون بهانه گفتم ایرانی ها به خاطر اینکه در طول سالها بیش از یک قرن از انگلیس ها و روس ها در دوران قاجار بسیار بسیار ستم دیده بودن و همیشه ارتش روس و انگلیس در خاک ایران بودن و زورگویی میکردن و ستم میکردن و چپاول میکردن، این بود که هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم با اینکه دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود ولی خود مردم ایران کشش داشتن به طرف آلمان ها که آلمان ها پیروز بشن در این جنگ، طرفدار اونا بودن مردم. و رضا شاه با خبر شده بود که در میدان بهارستان که مجلس شورای ملی هم اونجا هست یکی از کاسبا رادیوشو گذاشته روی یه چارپایه، یه بلنگو هم گذاشته روش که اخبار جنگو که میدن که بیشتر در سالهای نخست پیشروی آلمان ها بود پخش بشه و مردم هم موقع رادیو زیاد نبود، تازه اومده بود، مثلا خیلی کم رادیو داشتن مردم، یکی که رادیو داشت مثلا میرفتن خونش میشستن رادیوشو گوش میدادن و اینا، مردم هم جمع میشدن اوه جمعیت که اخبار رادیو رو گوش بدن پیشروی آلمان ها خوشحال بشن اینا. رضا شاه دستور میده که فعلا رادیو رو از اون ببره به داخل مغازش و بلنگور هم برداره و بعد از مدتی اصلا میگه اخبار جنگ رو به هیچ وجه پخش نکنید. میدونست انگلیس ها دنبال بهانه میگردن که بهانه در واقع دست انگلستان یا دوور درگیر در این جنگ نداده باشه که این کار هم انجام میشه. ولی به هر حال همطور که قبلا هم تو گفتم انگلستان و روسیه بدون هیچ دلیل موجهی در نیمه شب سوم شهریور ما به ایران حمله میکنن از جنوب غربی و غرب ایران و روس ها هم از استانهای شمالی و به هر حال بسیار بسیار فشار میارن به دولت ایران، دست بر نمیداشتن از بمباران کردن استانهای شمالی ما روس ها، انگلیس ها هم دست بر نمیداشتن از کشت و کشتار و گرفتن میلیون ما و زندانی کردن اونها و اینها و بهانه شون هم این بود که تا زمانی که رضا شاه در ایران هستش ما نمیتونیم در با صلح اصلا وارد مذاکره بشیم با ایران. و رضا شاه برای اینکه بیشتر از این در واقع ایران اون نوآوری هایی که کرده، اون ساخت و ساز هایی کرده، برای اینکه دستاورد های نوین رضا شاهی واقعا خراب نشه، رضا شاه تصمیم میگیره که استعفا بده و در روز 25 شهریور ماه 1320 استعفا میده. و حضورتون عرض کنم که فرزند ایشون محمد رضا ولیعهد به جانشینی ایشون میشینه که به مجلس شورای میره ملی میره و در اونجا سوگند وفاداری به قانون اساسی میخوره. و بهتون بگم به این آسونی نبود، انگلیس ها تصمیم 100% داشتن که یکی از افراد قاجار رو بیارن پادشاه بکنن در ایران، شخصی به نام حمید قاجار که پسر برادر احمد شاه میشد، پسر محمد حسن میرزا برادر احمد شاه میشد که در انگلستان بود
و در نیروی دریایی انگلیس کار میکرد، یعنی در ارتش انگلیس، در نیروی دریایی انگلیس بود. یعنی چه سرسپردهی پیدا کرده بودن که بیارن پادشاه ایرانش کنن. قاجار هم بود که 100% به حرفشون میرفت و اصلا فارسی هم درست بلد نبود حرف بزنه این. اما زکالملک فروغی یا محمد علی فروغی که این زمان نخست وزیر بود در ایران، با سفیر انگلیس و دولت انگلیس وارد بحث و گفتگو میشه و میگه که اگر که شما یکی از قاجار رو بیارین دوباره در ایران پادشاه بکنید، مردم بلند میشن، همونطور که در جنگ جهانی اول براتون گرفتاری تولید کردن در استانهای جنوبی ما، خیلی از مردم خود ایلات می جنگیدن با ارتش انگلیس، با اینکه دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود. ملاحظه می‌کنید؟ و حتی کنسول انگلیس در شیراز رو دزدیدن بردن دادن دست آلمان‌ها، یعنی به این ترتیب در جنگ جهانی اول. و اینو انگلیس‌ها خوب خاطر داشتن این چیزها رو. و فروغی به انگلیس‌ها میگه که اگر که شماها بخواید یکی از افراد قاجار رو بیارید، چون مردم ایران متنفر هستن از قاجار، تردید نکنید و به شدت به پهلوی، به ویژه به شخص ولیعهد محمد رضا پهلوی به شدت علاقمند هستن، به تردید نکنید که با شما وارد جنگ خواهند شد، درگیر میشن، به دولتشون هم کار ندارن، خود ملت بلند میشن با اتون درگیر میشن. جنگ جهانی اول هم همینجور شد، اصلا یه عده از میلیون ما رفته بودن در حضورتون از کنم که در کرمانشاه، در اونجا خودشون دولت در موقت درست کرده بودن، دولت در تبعید درست کرده بودن و با چیز همراه با ارتش آلمان و عثمانی با انگلیس و روسیه می جنگیدن. در استانهای جنوبی هم همون غلام علی دلواری بود، خیلی ها بودن که می جنگیدن با انگلیس ها. لازم کنیم، یعنی این خاطرات براشون روشن بود برای انگلیس ها که مردم ایران اگه بخوان زیاد قاجارا رو بیارن و دوباره اون زورگویی ها بشه، دست کم ایلات و عشایر ما وارد جنگ میشن باهاشون. در خود پایتخت هم متنفر بودن مردم از اینها به هر حال. و در ضمن در این جنگ فقط انگلیس ها نبودن، امریکا هم بود، روسیه هم بود، روسیه شوروی، استالین. و استالین و خود امریکا مخالفت کردن با این ایده انگلیس ها که گفتن ما نمیخوایم دیگه در حین جنگ با دولت دیگری هم وارد جنگ بشیم، به ویژه این که ما میخوایم از راه ایران استفاده بکنیم که شماها یعنی انگلیس ها از جنوب بیان با کشتی اسلحه و نمیدونم مهماتشون رو بیارن و بعد با اون ترنی که رضا شاه برای مردم ایران ساخته بود، ترن سرتاسری ببرن به شمال بدن به دست روس ها، لازم میکنه اینجوری کمک بکنن به هم دیگه، یا روس ها به انگلیس ها. برها این بود که انگلیس ها حتی بعد به پیشنهاد میدن که پس جمهوریش کنیم و به خود شخص فروغی، چون شخصیتی محبوب بود، پیشنهاد میکنن که پس تو بیا رئیس جمهور بشو، که فروغی نمیپذیره و میگه من یا هر شخصیت محبوب دیگری را که بخواید رئیس جمهور کنی ایرانی نمیپذیره، چون به شدت علاقمنده به ولیعهد ایران محمد رضا پهلوی. اینه که میگم هم میهنان من، ملت ها در سرنوشت مملکت خودشون نقش مهم و اساسی دارن. در انقلاب اسلامی 57 که فردا بیشتر سخن خواهیم گفت دربارش، انقلاب اسلامی درست توطئه غرب بود، حتی شرق بود، کشورهای شرقی مثل کوبا و روسیه و اینها، حتی کشورهای عربی، همه اینا توطئه کردن، پول دادن، همدستی کردن برای برکنار کردن محمد رضا شاه. و از همه بدتر همکاری خائنین داخلی ایران با این کشورها، گروه‌های مختلف و احزاب و ملت ایران که تو خیابون ریختند و مرگ بر شاه کردند. حالا دلیلش میگید مذهب بود، من
راجع به این موضوع سخن دارم بگم برای شما، فردا مفصل‌تر صحبت میکنم. بله مذهبی بودیم، این دلیل بدی بود که پیرو مذهب یا خمینی بودن، ولی نه یه دیوانه مثل خمینی. مگه شاه جلوی مذهبیون رو گرفته بود که مثلا شما مسجد نرین یا آشوراتون رو برگزار نکنید یا سینه‌زنی نکنید؟ اینا که آزاد بود در دوران محمد رضا شاه. بنابراین حالا براتون توضیح میدم، ناسپاس، ملت ناسپاسی هستیم، تردید نکنین درش، واقعا تردید نکنین. برحال فردا بیشتر در این رابطه صحبت کنم. برحال ولی ببینید اینجا از ترس مردم انگلیس ها مجبور شدن که مانع پادشاهی محمد رضا شاه نشن، در حالی که ارتششون در ایران بود، کل ایران بود، ارتش انگلیس در کل ایران بود این زمان، همینطور ارتش روس، همینطور ارتش امریکا، و خیلی راحت میتونستن این کار رو انجام بدن. لازم میکنی نظر محمد رضا شاه پادشاه بشه، بگیرن سر به نیستش بکنن اصلا، ولی از ترس مردم نتونستن این کار رو بکنن. بسیار محبوب. و محمد رضا شاه به مجلس شورای ملی میره، در اونجا سوگند یاد میکنه. کلیپ میدونم وقت تموم شده مهندس یواش خان، ولی اگر لطف بفرمایید باشه برای هفته آینده، ببخشید کلیپ میخوام، کلیپی که محمد رضا شاه به مجلس رفتن سوگند خوردن، فکر میکنم شماره 6 هست مهندس یواش خان نازنین. اگر یه قضی به عقب برگردیم، روزی که من سوگند وفاداری برای حفظ این آب و خاک نمودم، همان روز از طرفی پایتخت کشور ما به وسیله بیگانه اشغال می شد و در همون موقع فاصله‌ای که از منزل تا مجلس شورای ملی طی کردم، موکب من یعنی اتومبیل من بر دوش شما ملت ایران کشیده می شود. این به من قدرت می داد که در مقابل حوادث و اشکالات هیچ وقت خم نشد. بله ملاحظه کردید، واقعا این حقیقت داره که بسیار، یعنی اتومبیل آهسته میاد برای اینکه جمعیت ریخته بود برای اینکه زیر نشه، مجبور بود شوفر یه خورده آرومتر بره، ولی اینقدر که ایشون محبوب بود مردم اتومبیل ایشون رو بلند کرده بودن. بی خود ایشون این حرفا نمیزنه، مادر بزرگ من که اینا که بزرگتر بودن اون موقع یادشون میومد، میگفت ما رفتیم دیدیم آره مردم ریخته بودن، و خیلی هم قربون صدقه محمد رضا شاه میرفت، واقعا خیلی دوست داشت، مادر بزرگم هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه، هم گفت مردم اتومبیل شاه بلند کردن، ماشین شاه رو بلند کردن، رو دستشون گرفته بودن، اینقدر که دوستش داشتن. و بعد در گزارشات در اسناد وزارت خارجه انگلیس هم موجوده، در گزارشی که سر ریدر بولارد سفیر کبیر انگلیس در ایران یا وزیر مختار انگلیس در ایران برای دولت خودش فرستاده، با تعجب می نویسه که ولیعهد به شدت محبوب است بین مردم، و بعد از این که به مجلس رفت سوگند خورد و برگشت، مردم به حدی، خیلی با تعجب اینو می نویسه، مردم به حدی به او علاقه مندن و او رو دوست دارن که اتومبیلش رو سر دست بلند کرده بودن و می بردن. بنابراین متوجه شدن که به هیچ وجه نمیتونن به غیر از او کسی دیگری رو بذارن یا رئیس جمهور بشه یا پادشاه بشه. ببینید خیلی مهمه این. و همیشه محمد رضا شاه میگفت که قدرت، من قدرتمو از شما مردم میگیرم، ولی در انقلاب اسلامی و 57 پشتش رو خالی کردید. فهمیدید؟ اینه. به پایان برنامه رسیدیم، البته 5-6 دقیقه هم اضافه رفتم، ببخشید. از سیاوش خان گرامی عذر میخوام، با سپاس فراوان از مهندس سیاوش خان عزیز برای کارگردان گرامی برنامه، برای یکایک که شما عزیزان شب و روز خوش رو آرزو میکنم، روز و روزگار خوش.